بسیار خوب، تو این بخش دیگه وارد احتمال میشیم. بسیار خوب، ما الان یکم نوع درس دادن هم عوض میکنیم. ببینیم شاید خب ما توی بیولوژی جاهای مختلفی رندومنس رو میبینیم. مثل چی؟ مثلا اگه بگیریم اولین جایی که هست میوتیشن ها هستن دیگه. خیلی هم خوشبخت نیستن. خب میوتیشن ها هستن، یعنی یه جایی از حالا یه سیکونس زیستی میاد و میوتیت میکنه و یه چیز دیگه تغییر میکنه و خب خیلی وقتا رندومه. از همین اگه بگیریم، بنابراین ژنتیک کلن تا حد خوبیش رندومه. یه داستان دیگه ایولوشنه دیگه. انوایرمنت رو ما داریم، درسته؟ همه اینا نمونه های از رندومنس هم. و مثلا چه میدونم یه چیزی مثل سل دیفرنشیشن رو داریم. خب همه اینا نمونه های رندوم هم. یعنی چی رندوم؟ یعنی اینکه ما در مورد یک مکانیزم خاص، یک پروسس خاص نمیدونیم خروجش چیه. یعنی چی؟ یعنی عدم قطعیت داریم، درسته؟ پس بیاین رندومنس رو حالا با یک دقتی تعریف کنیم که ما عدم قطعیت در مورد نتیجه کار داشته باشیم. خب و حالا وقتی عدم قطعیت داریم، تنها کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که یک باور بذاریم. یعنی که مثلا من باور دارم که مثلا یک جای خاصی از این سیکونس من، خب یک جای خاصی از سیکونس من چقدر باور دارم که اینجا میوتیت کرده یا قرار بکنه. خب با این تعریف باور که حالا یکی از تعریف‌های احتماله، پس آشنا بشیم. تعریف اول اینه که باور، من چقدر باور دارم که یه جایی، مثل اینکه مثلا هیتلر مرده و من چقدر باور دارم که این هیتلر خودش رو خودکشی کرد. خب تعریف دیگه از احتمال چیه؟ تعریف دیگه از احتمال فرکانسیه. یعنی اینکه فرض کنی که بی نهایت بار اتفاقی قرار باشه رخ بده، در چند درصد حالات یه پروسه قرار باشه انجام بشه، در چند درصد حالات یه اتفاق خاصی میفته. مثلا میلیون ها بار اگر که من این سیکونس رو داشته باشم در بدن خودم، یعنی در میلیون ها فرض کنید زمان ابعاد در میلیون ها بعد مختلف، تو چند تا از این بعد ها مثلا یک جای خاص، یک سایت خاص از مثلا یکی از سیکونس های معمولا فرض کنید سیکونس دی ان ای هم قرار میوتیت کنه. خب و خب مثلا برای این با این تعریف دیگه اون مرگ هیتلر رو نمیتونیم بگیم دیگه، چون مرگ هیتلر این بار رخ نمیده، ولی مثلا تقسیم سلولی بارهای بار رخ میده، چه در من چه در موجود دیگه. بنابراین با این دو تا تعریف پیش میریم. پس رندومنس جایی به وجود میاد که ما عدم قطعیت داشته باشیم در مورد اتفاقات. مثلا ما نمیدونیم چقدر مثلا کجا قرار میوتیت کنه توی سیکونس ما، مثلا نمیدونیم که چه جوری قرار ریکامبینیشن رخ بده بین پدر و مادر ما، مثلا نمیدونیم که قرار چه موجودات جدید اِوولوشن به وجود بیان، مثلا نمیدونیم که انوایرمنت رندومنس در انوایرمنت چجوری ممکنه تاثیر بذاره روی یه ارگانیسم، و نمیدونیم که سل دیفرنشیشن مثلا اگر یه سلول استم سل شروع کنیم قراره که به چه سلول هایی در مثلا فرض کنیم که در یک ساعت بعد قراره به چه سلول هایی ختم بشه. خب پس رندومنس در بیولوژی یک مسئله بسیار اساسیه که ما میخوام بهش بپردازیم. خب اگه بخوام یه تعریف حالا نسبتاً دقیق‌تر بدیم از احتمال، اینه که میخوام ببینیم که بخت رخ دادن یک اتفاق چقدر، یعنی احتمال یک رخ داد اگه در نظر بگیریم، مثلا اتفاق احتمال این که در فلان سایت دی ان ای من یه میوتیشن رخ بده، میخوام ببینیم بخت این اتفاق چقدره. و برای همین یک اندازه‌ای تعریف می‌کنیم، مجری تعریف می‌کنیم که بهش میگیم احتمال. و میگم همچنان که گفتم فقط جاهایی این احتمال انگار معنی داره، یعنی انگار تعریفش کمک کننده است که ما با رندومنس و عدم قطعیت روبرو باشیم.
مثلا مثال خیلی مثلا چندین مثال خیلی واضح داره، مثلا یکیش انداختن تاس. من وقتی تاس رو میندازم نمیدونم که قراره چه اعدادی ببینم، یا مثلا وقتی یک سکه رو میندازم روی زمین نمیدونم که قراره شیر بیاد یا خط بیاد. اما خب چون در مورد احتمال هم در مورد آمار هم شنیدین احتمالاً، من صرفاً یک شهودی بدم از اینکه تفاوت آمار و احتمال چیه. ببینید در آمار که این اولی باشه، من از یک منبعی که نمیشناسمش خب یه نمونه برمیدارم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا منبعی که مثلا فرض کنین که من از ژنوم یک موجود یه چند نمونه برداشتم، مثلا از چند تا سلولش برداشتم، خب بنابراین نمونه در دست منه و حالا کاری که میخوام بکنم این که منبع رو بشناسم، مثلا سیکونس کنم و بعد مثلا میوتیشن ها رو پیدا کنم. خب یعنی میخوام ببینم که چه میوتیشن های روی کل ژنوم وجود داره، بنابراین چند تا سیکونس میکنم، مثلا یه نمونه ای دارم و بعد میخوام در مورد این منبعی که نمیشناسمش که حالا ازش یه نمونه دارم اظهار نظر کنم، مثلا حدس بزنم که میوتیشن توش چقدر. اما از یه طرف دیگه من یه موقع منبع رو کاملا میشناسم، مثلا میدونم که در یک کیسه یه تعدادی توپ سفیده یه تعدادی توپ سیاهه و بعد یه نمونه برمیدارم حالا و مشتم هم نمیدونم توش چیه و حالا میخوام ببینم که احتمالا توی این مشت من چیه. خب بنابراین سورس رو من میشناسم اما نمونه رو نمیشناسم، میخوام ببینم اگر یه نمونه ازش بردارم چه اتفاقی میفته. بنابراین میشه درسته نمونهش اینجا باز دوباره این میشه که من تعداد میوتیشن ها رو میدونم، حالا میخوام فرض کنیم که ببینم اگر که یه دونه دی ان ای رو بگیرم احتمالا چند تا میوتیشن روش خواهم بود. اوورال مثلا ولی میدونم که مثلا چه میدونم به ازای هر بیس پیر احتمال این که اون میوتیت شده باشه مثلا 10 تا منفی 5 یه همچین چیزی. پس آمار ما نمونه رو داریم، نمونه برای ما مشخصه، میخوام در مورد سورس نظر بدیم و در مورد سورس هم که میگم یه چیزی که ما میتونیم ازش آوتپوت بگیریم دیگه، یعنی میتونیم ازش نمونه بگیریم. و در مورد احتمال اینجوریه که من سورس رو میشناسم و بعد یه نمونه که میخوام بردارم میخوام ببینم که داخلش چیه و محتواش. بسیار خب ما چند تا نوتیشن بگیم فقط. یعنی ما من از من برای اینکه راحت تر بشه و مثال ها هم دقیق تر بشه و اینا دیگه از مثال مثلا همون سکه استفاده میکنم. خب یه چیزی که وجود داره اینه که خیلی این ریاضیاتش خیلی اصلا عجیب غریب نیست، فقط میخوام نوتیشن رو بگم. ما یه چیزی داریم اومگا یا فضای حالت که این چیه. فرض کنید که من یه سکه رو میندازم بالا که این میتونه شیر بیاد یا خط بیاد، خب هدوتیل، و بنابراین کل حالاتی که من ممکنه ببینم از یک دونه سکه انداختن چیه؟ هد و تیل. بنابراین کل فضای حالات هم چی میشه؟ مجموعه هد و مجموعه شامل هد و تیل. درسته. حالا من آوتکامی که میتونم بگیرم چیه؟ یعنی اگر که این امگای بزرگه، حالا امگای کوچیک یعنی یه دونه آوتکامم میتونه بنابراین یا میتونه هد باشه یا میتونه تیل باشه. اینم از این. از اینم تعریف امگا. بعد یه چیزی داریم به نام جبر، همین کاری نداریم با این. فرض کنیم که ما مجموعی از ایونت ها تعریف میکنیم. مجموعی از ایونت ها یعنی چی؟ یعنی که همه حالاتی که ممکنه رخ بده، حالا اینجا چی میشه؟ یا ممکنه هیچی نیاد، این احتمال، حالا در مورد این حرف بزنیم، یا ممکنه هیچی نیاد، یا ممکنه که اد بیاد یا تیل بیاد، یا اتفاقی که هدوته. حالا اینو من یه توضیح بدم. ببینید یا اگر که من در نظر بگیرم کل فضای حالت هم همه زیر مجموعه های رو در نظر بگیریم، حالا اگه زیر مجموعه هم نمیدونید چیه بگذاریم خیلی مهم نیست، اگه فقط میخوام کامل باشه درست، اگه همه زیر مجموعه این رو در نظر بگیریم ما انگار جبر رو روی فضای حالت داریم، یه چیزی به نام جبر رو فضای حالت داریم که انگار میگه که چه ایونت های ممکن رخ بده. ایونت های من ممکنه چی باشه؟ مثلا چی می تعریف بشه؟ خب هیچی نیاد، هد بیاد، تیل بیاد، یکی از هد و تیل بیاد. خب هیچی نیاد، توهی، هد بیاد، تیل بیاد، یکی از هد و تیل.
حالا با زور با این کار نداریم. خب چی؟ آها، یکی از این دوتا بیاد، یعنی که هر کدومش هم بیاد اون ایونت رخ داده، اون ایونت رخ داده. و مثلا اینکه اگه توهی بیاد یعنی که هیچ ایونتی رخ نداده، در که برای این احتمال صفره دیگه. حالا الان توضیح چی؟ آره امکان پذیر نیست دیگه، من احتمال صفر زدم. خب بعد ما روی این همین جب، رو هر کدوم از این اعضای این جب یه چیزی تعریف می‌کنیم به نام احتمال. خب انگار پی آ که آ در این داخل اینه، خب میشه احتمالش. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اینجا چی میشه، مثلا پی یه نمونه اگه بگیم، پی این که هد رخ بده، احتمال این که هد رخ بده یعنی شیر بیا، احتمال این که یا هد یا تیل رخ بده. خب روی این فضا تعریف میشه. حالا نکتهش، حالا این یه سری قوانین داره همین تابع احتمال، پس اینو ما بهش میگیم تابع احتمال که روی فضای روی این جبر تعریف میشه. خب قانون اولش اینه که میگه که اگر من یه آزمایشی داشتم کل فضای حالت هم در نظر بگیرم، قطعا خود فضای حالت رخ میده. قبول دارید در بین تمام احتمال اتفاقاتی ممکنه بیفته، حتما فضای حالت حتما رخ میده، یعنی احتمالش یک. خب ضمن اینکه قراردادی که داریم، حالا این احتمالش یکه، قراردادی که داریم به ازای هر هر ایونتی که ممکنه رخ بده، خب احتمال ما بین 0 تا 1. اینم این قانون هم داریم، از این شو قانون اول. خب قانون دوم چیه؟ قانون دوم هم اینو میگه که میگه که اگر که پی اجتماع یه سری حالا من اینو میگم آقایی میگه اگر یه سری اتفاق با هم نتونن بیفتن، خب احتمال اینکه یه دونه از اونها بیفته میشه جمع تک تک این احتمال. مثل چی؟ مثلا هد و تیل. هد و تیل با هم نمیتونن اتفاق بیفتن. خب احتمال اینکه یا هد اتفاق بیفته یا تیل اتفاق بیفته میشه جمع اینکه هد اتفاق بیفته به اضافه احتمال اینکه هد اتفاق بیفته به اضافه احتمال اینکه تیل اتفاق بیفته. برای این چقدر میشه؟ میشه یه. درست. هر چی که باشه دید. چون حتما یکی از این دو رخ میده. خب در واقع داره میگه اگر یه سری ایونت داشته باشیم که با هم نتونن رخ بدن، یعنی اصطلاحاً دیسجوینت باشن، خب اون موقع احتمال این که یکی از اینا اتفاق بیفته، این اجتماع یعنی یکی از اینا، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته میشه جمع همه احتمال های. بنابراین طبق یک و دو من مثلا یه دو پریمی میتونم بدم که احتمال توهی صفر. درسته؟ اینه که چیز اتفاق میدم. چرا؟ حالا بگذاریم که چرا بازه دیگه اگه بمیسیم در. حالا باز این هم خیلی مهم نبود، اصلا مهم نبود، صرفا خواستم درس کامل. خب پس ما یه چیزی به نام تابع احتمال داریم و این روی فضای حالت تعریف میشه و بعد در واقع روی جبر فضای حالت که تعریفش کردیم از سلاید قبل، داشت هم یه سری قوانین داری که الان نمیشه. یه چیز وجود دارم به نام رندوم وریبل. رندوم وریبل یعنی چی؟ یعنی که من یک ایونتی که خاصیت رندوم بودن رو داره رو بیام با عدد نشون بدم. مثل چی؟ مثل همین سکه انداختن. پس این سکه انداختن در نظر بگیریم. خب من میتونم یه متغیر تصادفی یا رندوم وریبل تعریف کنم به نام x که این باشه 0
اگر هد باشه یک برعکس بده. یک اگر هد باشه، صفر اگر تیل باشه. خب یعنی من دارم به جای اینکه دیگه با هد و تیل کار کنم، با عدد کار کنم. حالا این یه کمک های بعدا بهم میکنه. یا اگه تاس رو در نظر بگیریم، خیلی هم شاید تاس نیست، این میتونه یه سری عدد بین یک تا شیش بهمون بده دیگه، درسته؟ پس متغیر تصادفی که تعریف میکنیم میتونه چی باشه؟ میتونه یک، دو تا شیش رو بگیم. پس این هم شد یه متغیر. بنابراین هر چیزی ما میتونیم عددی کنیم. بزنیم چند تا مثال دیگه بزنیم. مثلا زمان اولین دیفرنشیشن یه عدده، یا عدد میشه، درسته؟ که این هم ولی خاصیت احتمالاتی داره، نمیدونیم. مثلا تعداد باکتری ها بعد از مثلا این مرحله میتوز. خب. و مثلا تعداد میوتیشن، همینا عددن. پس ما خیلی از این ایونت ها میتونیم از جنس عدد در نظر بگیریم، درسته؟ مثل زمان، مثل مثلا تعداد، هر چیزی که بشه عدد بشه، درسته؟ از این هم رد بشه. اکسپکتیشن و اینا چی هم؟ ببینین، خب ما الان پس متغیر تصادفی تعریف کردیم، خب متغیر تصادفی از جنس عدد، درسته؟ خب یه چیزی وجود داره به نام اکسپکتیشن که این میگه که اکسپکتیشن یعنی امید، یا امید ریاضی. خب ترجمه فارسیش میگن امید ریاضی. امید ریاضی چیه؟ امید ریاضی در واقع اینه که من اگر که چجوری بگیم، بزنین تعریف خیلی شهودمندانه شو اینا رو بگیم. اگر که یه سری نمونه بردارم از این توضیح هم که نگفتیم، از این متغیر تصادفی یه سری نمونه بگیرم، خب مثلا همون تایمه یه سری نمونه بگیرم، میانگین اینا چقدر میشه؟ یا اصطلاح دقیق‌تر، انتظار دارم چه چیزی ببینم اگر یه نمونه بگیرم. خب پس خب چه انتظار دارم که چه چیزی از X ببینم؟ به این میانگین هم تو با یک باز میگم این نادقیقه، ولی به این میانگین هم میگم. مثلا همین، من فرض کنین که میخوام ببینم که زمان اولین دیفرنشیشن رو در نظر، زمان اولین تقسیم میتوز در نظر. خب میخوام ببینم که انتظارم که مثلا حالا شما اگه زیستی باشین، انتظارم که این اتفاق رخ بده، خب ولی رندوم همچنان، ممکنه اون زمان رخ نده، ممکنه قبل یا بعدش رخ بده، ولی معمولا اینجوریه که حالا مثلا من زیست شناسم، میلیون ها بار این کار کردم، مثلا 20 دقیقه بعد مثلا، حالا من اصلا نمیدونم. خب یه چیز دیگه که هست، پس این میشه میانگین. یه چیز دیگه که هست واریانسه. خب واریانس به من میگه پراکندگی چیزهایی که نمونه هایی که میبینم چقدر. مثلا فرض کنیم که من میدونم که تقریبا، یعنی مثلا اگر که همین زمان میتوز رو در نظر بگیریم، اولین میتوز، این میتوز رو اگه کسی کامپیوتری اینا اگه درست بگم تقسیم تک سلولیه به دو تا، درسته؟ قبوله؟ خب که یه اتفاق رندومه. خب کی انتظار دارم؟ پس شدیم. ولی ممکنه که خیلی این پراکندگی زیاد باشه، یعنی یه وقتی ببینم که مثلا تو ثانیه 5 اتفاق رخ میده، یه وقتی مثلا تو ماه اول رخ میده، یه وقتی مثلا فلان، برای این پراکندگی این زیاد. خب واریانس همونجور که از اسمش پیداست پراکندگی رو نشون میده، و در واقع یه جورایی همون امیده. خب امیده ولی روی پراکندگی، یعنی چقدر انتظار دارم پراکندگی ببینم. خب مثلا همین زمان میتوز اگه در نظر بگیریم، بعضی موقع ممکنه که دقیقاً هول اون 20 دقیقه رخ بده، بعضی موقع ممکنه که خیلی زود یا خیلی دیر رخ بده. بنابراین این به من پراکندگی رو میده.
خب آره یه همچیز. حالا من تعریف دقیق اینا رو اصلا نمیستم. کوواریانس و کویلیشن چی هن؟ اینه که دو تا چیز همونجور که از کوواریانس پیداست، دو تا چیز چجوری با هم پراکندگیشون تغییر میکنه. مثل چی؟ مثلا کوواریانس و کویلیشن رو با هم. مثل چی؟ مثل این که مثلا در نظر بگیرید میزان غذایی که من میدم به اون چیز باکتری و زمانی که طول میکشه تغییر تا تقسیم بشه. بنابراین این دوتا با همدیگه انگار انگار به نظرمون یه همبستگی دارن، درسته؟ و همین رو تعریف میکنیم مثلا کویلیشن که حالا یه تابعی از کوواریانس و واریانس. ولی خب میگم کوواریانس که روی دوتا متغیر تصادفی حالا این دفعه تعریف میشه، که حالا مثلا اولیشو بگیریم زمان تقسیم، اینو بگیریم میزان غذا مثلا. خب این چی میشه؟ چجوری دوتا رندوم وریبل با هم دیگه تغییر میکنن. اگه غذا رو زیاد کنم زمان کم میشه، درسته؟ و هر از برای این دوتا مثلا کوواریانس منفی دارم. خب پس این هم یه شهودی از این. خب دیگه کم کم آماده این که وارد توضیح ها بشیم. توضیح ها چی هن؟ توضیح ها در واقع همون توضیح باور ما. خب یعنی که من انتظار دارم که مثلا فرض کنیم همون زمان چیز رو اگه در نظر بگیرم، زمان آن دیسپیت زمان رو در نظر بگیرم، تعداد میوتیشن ها رو در نظر بگیرم. خب اگه تعداد میوتیشن ها روی مثلا فرض کنیم که یه دونه سیکونس از HIV در نظر بگیرم، خب خیلی هم میوتید، اگه در نظر بگیرم میخوام ببینم که فرض کنین مثلا یه طول 10,000 تایی دارم، میخوام ببینم به ازای هر عددی که دارم مثلا به چه احتمالی یا به چه احتمالی یه دونه میوتیت میکنم، به چه احتمالی دوتا میوتیت میکنم و همینجوری به چه احتمالی 10,000 تا میوتیت میکنم. ممکنه دیگه 10,000 تایی ممکنه رو تک تکش میوتیت. خب این پس بنابراین یه توضیحی داره. من مثلا کل باورم اگر مثلا جمعش رو یک بگیرم میخوام تقسیم کنم بین اینا. خب و احتمالا این شکلیه که من نمیدونم، ولی مثلا حدس میزنم یه همچین شکلی داشته باشه، درسته؟ مثلا برای یک مثلا احتمالش مثلا باشه 0 مثلا 400 اوم، بعد برای دو مثلا بیشتر بشه و همینجوری برای 10,000 تقریبا نزدیک به 0 بشه، درسته؟ پس روی مقادیر مختلفی که حالا من رندوم وریبل اونجا چی تعریف کردم؟ خب تعداد ببخشید من اینقدر بد خواهدم تعداد میوتیشن ها روی یه سیکونس دی ان ای اچ آی وی اگه در نظر بگیرم این چه مقادیری میتونه داشته باشه؟ بین 0 تا 10,000 تا میتونه داشته باشه. خب و برای هر کدوم از اینا من میخوام بگم احتمالش چقدر، یعنی چقدر باور دارم که اصلا فرض کنید اگه میلیون ها بار اتفاق بیفته، یعنی میلیون ها سیکونس چیز داشته باشم، توی چند درصدشون مثلا دو بار میوتیت کرد اون با اون باور فرکانسی و با اون تعریف فرکانسی. خب بسیار پس این هم دیسکریت دیستریبیوشن. برش میگیم دیسکریت چون گسسته است، یعنی مقادیر گسسته است، مقادیر صفر یک فلان، یعنی یه تعداد اصطلاحا متناهی مقدار میتونه بگیره ایکس من. الان 10,000 تا میتونه بگیره. کانتینیوس دیستریبیوشن ها چی هست؟ حالا زمان رو در نظر بگیریم. خب حالا زمان رو در نظر بگیریم، مثلا اینکه
همون زمان تقسیم میتوز رو در نظر بگیریم. خب اگه اون زمان رو در نظر بگیریم چه اتفاقی میفته؟ اینجوریه که احتمالاً باز دوباره مثل همون. نه اولا خیلی احتمالش کمه، بعد مثلا یه جایی زیاد میشه و بعد اینکه باز دوباره کم میشه. یه همچین چیزی. درسته؟ پس ایکس رو بگیریم. زمان تا اولین میتوز. درسته؟ مثلا این هم همون 20 دقیقه بس کنیم. حالا احتمالا اینا که میگم خیلی اشتباه داریم. درسته؟ جدی داریم میگیم؟ واقعا دانشه. خب حالا من باز دوباره به این نیمه به جزئیات اصلا نمیپردازم و اینا. پس کانتینیوس هم صرفا خواستم بگم متغیر تصادفی کانتینیوس هم در نظر بگیریم، چون زمان یه چیز پیوسته است. مثلا شما نمیگین یک زمانه، یعنی میتونین این کار رو بکنین که بگین زمان دقیقه اول، ولی میتونین بگین دقیقه اول مثلا ثانیه مثلا پنجاهم صدم ثانیه فلان فلان فلان. یعنی شما میتونین هر چقدر بخواین روید، ولی اونجا چیکار فقط یک بود، یک و یک دهم میوتیشن نداره. اون یکی اتفاقا کیفیه. اون خیلی اینجوری چیزن. آره ولی تقریبا با همین. آره تقریبا با همین. خب من یه اسلاید تمام بردم، الان میخوام یه جایی کجا بمیستم. اینجا فقط چند تعریف میزم. ما توضیح احتمال رو گفتیم، روی هر کدوم از این روی یه دونه ایونت تعریف میشد. برای متغیر گسسته همینطوری میگیم، اینکه x مساوی با یه مقدار x بشه تو میگیم تابع توزیع احتمال. یعنی مثلا همون کانتر اگه در نظر بگیریم، خب مثلا اینکه کانتر برابر با 2 بشه، دو تا میوتیشن داشته باشه. برای متغیر پیوسته، برای متغیر پیوسته سخته که بگیم فلان نقطه احتمالش چیه. یعنی مثلا ثانیه 1 ممیز مثلا 1 1 1 1 1 اصلا احتمال این صفره. حالا خیلی داخلش نمیریم، ولی کاری که میکنن به جای اینکه اونو بیان تعریف کنن، میان احتمال اینو تعریف میکنن که این متغیر تصادفی من از یه مقداری کمتر باشه. مثلا قبل 20 دقیقه من تقسیم داشته باشه. خب و این رو و حالا این احتمال این ایونت رو با f نشون میدن. f x این که متغیر تصادفی رو نشون میده. x این یعنی چی؟ یعنی که احتمال اینکه x کمتر از مقدار x کوچیک باشه. حالا این x کوچیک رو قاطی نکنیم، یعنی این میذاشتم خب میشونم بار میزنم. خب پس برای متغیر پیوسته، برای متغیر گسسته هم میتونیم دقیقا برابر فلان مقدار، برای متغیر پیوسته نمیتونیم، به همچیزی تعریف میکنیم. به اون بالا میگن تابع توزیع احتمال، به این تو میگن توزیع، به این یکی میگن تابع تجمعی احتمال، توزیع تجمعی. خب حالا باز اینا هم مهم نیست، صرفا برای کامالی. پس یه مرور بکنیم. ما دیدیم که احتمال حالا یه تعابیر و تعاریفی داره، با آمار فرقش چیه. بعد اومدیم یه سری نوتیشن گفتیم، گفتیم فضای حالت چیه، تابع احتمال رو تعریف کردیم. بعد یه سری قانون گفتیم، گفتیم که حتما از فضای حالت یه چیزی رخ میده. گفتیم اگه یه سری ایونت داشته باشیم که با هم نتونن رخ بدن، احتمال اینکه یکیشون رخ بده میشه جمع احتمالاشون. بعد رندوم وریبلار تعریف کردیم که در واقع از اون فضای حالت میرفتیم به فضای عددی. خب مثل زمان، مثل کانت، مثل حجم، مثل جرم. خب اینم متغیر تصادفی. بعد امید ریاضی رو تعریف کردیم به این معنی که من انتظار دارم چی ببینم از یک متغیر تصادفی، چه مقداری رو ببینم. خب قطعا ربط داره میزان احتمال، توزیع احتمالتون و اینا. در مورد واریانس دیدیم که در واقع پراکندگیه اون چیزیه که من در اون متغیر تصادفی. کوواریانس رو دیدیم که چجوری دو تا متغیر تصادفی با همدیگه ربط دارن، چجوری تغییر میکنن نسبت به همدیگه. مثالی که زدیم همون
میزان غذا و زمان میتوز بود. بعد دیسکریت دیستریبیوشن رو گفتیم که داره متعرض از گفتی گسسته بود و یعنی یه مقادیر متناهی میتونستن اختیار کنن. مثال اولش این بود که مثال دیسکریتی بود که تعداد میوتیشن ها روی یه سیکونس دی ان ای اچ آی وی. بعدش هم زمان اولی میتوز رو گفتیم به عنوان متعرض از گفتی گسسته. و خب سایتو چیه رفرش ما بکنیم چه کنم آنم اوکی ها بسیار. حالا مسئله مهمی که وجود داره اینه که ما میتونیم خب کامپیوتری ها احتمالا دیدن شما اگه درس آمار احتمال داشته باشیم دیدیم میتونیم مثلا احتمال ها رو بشینیم حساب کنیم. خب یعنی بنویسیم احتمال ها رو. یه سری قانون وجود داره میگم بابا وارد دیتیلش نشدیم و با توسط به صورت مسئله ریاضی بیام یه چیز رو حل کنیم. ولی بعضی موقع تقریبا حل این چیزا غیر قابل انجامه. مثلا تعداد باکتری ها رو در نظر بگیرین مثلا بعد از یه زمان مشخص این حل ریاضیش تقریبا غیر ممکنه. خب یا مثلا در نظر بگیرین همین دیفرنشیت شدن سلول ها رو. خیلی وقتا این قابل حل نیست. بنابراین از سیمولیشن استفاده میکنیم. وقتی که حل ریاضی یا حل تحلیلی اصطلاحاً نداریم برای مسئله ریاضی. خب یه سری وقتا هم هستش که ما میخوایم آزمایش انجام بدیم، مثلا میخوایم همین تقسیم‌های باکتریال رو انجام بدیم یا هر چیزی، و خب این آزمایش برای ما هزینه بره. خب بنابراین کاری که میایم میکنیم اینه که سیمولیت میکنیم دوباره. خب چی بگیم؟ پس یه زمانهای هم ما اکسپریمنت رو نمیخوام انجام بدیم، مثلا همین تعداد اینا، یا حالا شرایط مختلف. مثلا اگر که من یه دونه سیگنال بدم مثلا به این باکتری ها چی میشن و اینا، خب یه راه اینه که من بیام تو آزمایشگاه انجام بدم، یه راه اینه که کاملا فضا رو مدل سازی درست حسابی بکنم با در نظر گرفتن تمام جزئیاتی که حالا میتونه تاثیرگذار باشه و بعد بیام به صورت کامپیوتری این کارو انجام بدم. و خب در هر دو اینا رندومنس نقش اساسی ایفا میکنه. نوع اول که واضحه، مثلا مسئله‌ای که داریم مسئله احتمالاتیه. نوع دوم کمی سخت‌تره، ممکنه که بشه انجامش، یعنی ممکنه دترمینیستیک باشه، ولی و بنابراین یعنی اصلا احتمالی نداشته باشیم تو سیمولیشنمون. ولی خب خیلی جام مخصوصا در سیستم‌های زیستی رندومنس داریم و بنابراین بعد احتمال رو هم وارد. خب حالا می‌خوایم اول یه سری اصول در مورد چیز میگیم، در مورد مدل سازی احتمالاتی توی آر میگیم و بعد یه سری سمپل حل میکنیم. و فکر میکنم که الان این ساعت و ساعت بعد کلا این سمپل رو حل کنیم، ولی بسیار سمپل های جالبی هم به نظرم. و خب الان بریم سراغ این که احتمال رو توی آر اصلا چجوری نشون میدی شده. فقط قبلش من یک بزرگی اسلاید کم دارم اینجا میتونم اضافه کنم. چی شد؟ کسی میدونم تو کینوت چجوری میشه؟ چیزی اومد الان آت شد همش مرسی هست. خب بسید اینجا فقط بگم بریم ما یه سری توضیحی داریم، توضیحی که
میشناسیمشون، بذاریم من فقط اینا رو بگم. توضیح اولی که داریم اسمش چیه؟ توضیح برنولیه. برنولی چیه؟ یه سکه من میندازم، خب با احتمال شیر میاد، با احتمال خط میاد و میخوام ببینم که همین دیگه، اینو مدل میکنه. خب توی این بمیسن خب پس ما یه دونه توضیح برنولی داریم، یه پارامتر پی داره، این پی احتمال خط اومدن و شیر اومدن. ایکس مساوی با صفر یا یک، پی با احتمال پی، با احتمال پی، با احتمال یک من. پس این توضیح برنولی شد. خب یه توضیح داریم این وقتی این علامت رو وقتی داریم یعنی فلان متغیر تضادی از فلان توضیح اومده. میگم مثالش انداختن سکه است، یک بار انداختن سکه است. اما ممکنه من چند بار سکه رو بندازم. خب مثلا این بار سکه رو میندازم و میخوام ببینم که توی این بار چند بار خط اومد. خب بهش میگیم توزیع باینومیال دو جمله‌ای که تو این بار پرتاب و هر بار با احتمال موفقیت پی، یعنی شیر اومدن پی، من چه احتمالی دارم؟ بعد در این صورت پی ایکس مساوی با ایکس، این اصلا لازم نیست حفظ کنین، کسایی که کامپیوتیشنال هم براشون خیلی راحت اینو به دست بیارن، ولی میتونم تحقیق کنین خودتون. این بودیم پا خب یعنی من این بار یه سکه رو پرتاب میکنم که هر بار احتمال شیر اومدنش مثلا پیه، میخوام ببینم در این انبا حالا چه احتمالی داره که کا تا از اینا شیر اومده باشه بقیهش خط اومده باشه. این از این احتمال. خب با توضیح پواسون چند نفر آشنا شنیدن؟ شنیدیم ولی آشنا نیستیم. خب پواسون یک لامدایی داره، این خیلی توضیح مهمیه. این خب باینومیالی که همچین تعریفی داشت، پواسون رو یه تعریفش اینه که وقتی که تو همون باینومیالی، خب و اون احتمال رخ دادن خیلی خیلی کمه و تعداد تلاشامون خیلی خیلی زیاده. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید احتمال میوتیشن واسه هر باز توی دی ان ای اچ آی وی مثلا 10^-10، ولی خب طولش هم مثلا 10^5 مثلا، خب یعنی تعداد زیاد. خب بنابراین انگار یه تقریبی از همون باینومیال واسه اینجا، یا در واقع احتمال ریل ایونت ها رو خیلی خوب مدل میکنه. خب حالا بازور با این کارم خیلی کاربرد دیگه هم داره، ولی صرفا میخواستم بمیسم. اینم احتمال اینکه اینم متغیر تضادی گسسته است، اینکه یه متغیر تصادفی از توضیح پواسون باشه و مثلا مقدارش برابر کا باشه، چه ای به توان منفی لاندا، لاندا به توان کا تقسیم بر کا. این توضیح لاند، این پارامتر لاندا رو هم در نظر بگیرید. توضیح نشون بدم، این مثالش رو بزنم. مثالش این که همین مثلا در نظر بگیریم، من تعداد فرض کنیم که خیلی احتمال خیلی خیلی احتمال این که میوتیشن داشته باشم کم باشه، اصلا یه دونه چیز سلول انسانی رو در نظر بگیریم اینجوری باشه. خب بعد فرض کنیم که من یک طول 1 میلیاردی دارم از یه دی ان ای 1 میلیارد، یه سیکونس 1 میلیاردی از انسان دارم، از دی ان ای انسان دارم، که هر سایتش، هر لوکوسش احتمال این که مثلا میوتیت کنه مثلا 10^-10، خیلی کم، خیلی خیلی کم. خب
بعد اون موقع میتونم با توزیع پوآسون مدل کنم چجوری، بگم که حالا احتمال اینکه روی این اینجا مثلا 10 تا میوتیشن داشته باشم چقدر. خب پس این ایکس میشه باز دوباره تعداد میوتیشن ها که خیلی ریره، یعنی احتمالش بسیار کمه، بعد ولی طولمون زیاده، یعنی طولمون چیزی که زیاده. اون موقع x از توزیع پواسون میاد، حالا با یک لامدایی، و حالا اینکه مثلا من کاتا میوتیشن داشته باشم، احتمال اینکه کاتا میوتیشن داشته باشم میشه e به توان منفی لامدا، لامدا به توان کات تقسیم بر کافا. این ای هم یه مقدار ثابته دیگه، 1.72. آها پلاتش همین شکلیه که پاک کردم. زمین استاد قبل اینجا میکشم. تقریبا همچین شکلیه. مثل باینومیاله که فکر کنم همچین شکلی داره. این ور مثلا طولگی داره و مثلا دومش خیلی کم. فکر کنم اینجوریه. بعد تو اینترنت نگاه. آها نه x نه ببینید x نشون دهنده اون مقدار اون متغیریه که نشان دهنده تعداد میوتیشن است. خب حالا اینکه این مقدار برابر k باشه چی میشه احتمالش؟ یعنی k تا میوتیشن اون x یعنی تعداد میوتیشن ها، اون k یعنی که آره این بشه اندازه اون در واقع مقدار اون رو بگیم. خب از این پواسون هم خیلی به درد ما میخوره در اینجا. یه سری چیز وجود داره اونم continuous distribution که گفتم متعارف از توی پیوسته است مثل زمان. خب مثلا یه چیزی که وجود داره اینه که خب میگیم که یه چیزی از توزیع اکسپوننشیاله و این اکسپوننشیال هم چجوریه؟ این شکلیه، اولش زیاده بعد کم میشه، مثل اینکه چه میدونم یه باکتری بزن کنار غذاش غذاش بخور به مرور کم میشه، یعنی هر چقدر که بیشتر پیش میره احتمال اینکه مثلا هی طول بیشتر طول بکشه کم میشه دیگه. خب این چی میشه؟ حالا اینکه احتمال اینکه این مقدار کمتر مساوی یه تی باشه، خب این میشه یک منهای ای به توان منفی لامدا تی. دقت کنید که همه این اعداد میشن اعدادی بین 0 تا 1 ها، چون اینا یه احتمال دیگه، احتمال گفتیم بین 0 تا 1. خب لامدا یه پارامتر از این توزیع خب که اینجوری حالا بگذاریم که چجوری به دست میاد، ولی لامدا نشون میده مثلا اگر که لامدام زیاد باشه اگر لامدام زیاد باشه اون موقع این هی تندتره، این نشون دهنده مثلا صعود و نزول این داستان. مثلا اگر لامدام بیشتر باشه این زیریه میشه اکسپوننشیال نمایی. خب آه ایه یه ثابته، ای یه چیزی فکرم یک و هفته دو دو هفته دو یک هفته دو هفته دو بسیار. آره حالا این چی میگه؟ میگه آقا تی فرض کنیم که همون مثلا میزان غذا خوردن یک باکتری، زمان غذا خوردن، زمانی که مثلا یک باکتری غذاش تموم کنه، بذاریم کنارش غذاش تموم کنه، چرا باید مثال زیستی بزنم؟ خب از یه توزیع اکسپوننشیال میاد به این شکل که میگیم که
احتمال اینکه از یه مقدار تی، اگه یادتون باشه گفتم چون متغیر پیوسته است ما نمیتونیم اونجوری که تعریف می‌کنیم مثلا بگیم برابر تی باشه دقیقاً. خب احتمال اینکه این تی کمتر مساوی با یه تی باشه چیه که از یه همچین توضیح نه اون تیه یه مقداریه، مثلا میگم کمتر از 20 دقیقه طول بکشه غذاشو بخوره، احتمالی که کمتر از 20 دقیقه طول بکشه، احتمالی که کمتر از 25 دقیقه طول بکشه. خب اون تیه چیه نشون تی تی بزرگه چیه؟ تی بزرگه همون زمانیه که غذاشو تمام میکنه. خب اون تی کوچیکه میگیم احتمالی که این همین که غذاشو تمام کنه کمتر از 20 دقیقه باشه، اون تیه میشه 20 دقیقه، تی کوچیکه میشه 20 دقیقه. خب حالا اینا رو باز میریم، اینا واقعا با عقل سلیم همش به دست میاد، یعنی غیر این فرمولا و اینا یکم مثلا فکر کنیم که آره دیگه هر چقدر بیشتر زمان بگذره مثلا احتمال کمتر میشه که غذاشو تموم کنه، چون غذاشو دوست داره همون لحظه اول میتونه بخوره و تموم بشه. خب توضیح نرمال هم که احتمالاً شنیدین، اونا هم زنگوله‌ای و اینا هم بهش میگن، یه چیز همچین جوریه، کاملا متقارنه. واقعا بد کشیدم. خب این بی نهایت منفی بی نهایت. مثلا یه تعبیری که هست اینه که در دنیای واقع این تعبیرش خیلی سخت میشه، ولی آره خب من میدونم این نرماله، ولی مثالی دارین تو زیست ازش؟ خب وزنشون منفی نمیتونه بشه، مشکل هم اینه از یه جای بعد کات میشه، ولی یه چیزایی هستن که منفی هم میتونن داشته باشه. بگیریم وزن باکتری ها خیلی فرق نمیکنه، آره قدشون هم منفی نمیتونه بشه، این مشکل هم با منفی. ولی آره دیگه منفی نمیتونه بشه، منفی ها آره. خب خلاصه که بس خوب اینو میشناسین دیگه، توضیح نرمال هم یه چیزیه که وقتی تعداد بسیار، یعنی اگر یه جامعه کلا جوامع معیارهای پیوسته در یک جامعه رو در نظر بگیریم، قد و مثلا اولین بار فکر کنم مثلا این اینجوری به دست اومده که تعداد برگ هایی که مثلا روی زمین میریخته رو مثلا یه نفر اندازه گیری میکرده و اینا. جالبه خیلی از اینا از چیزای زیستی به دست اومده ها، یعنی مثلا همین توضیح نرماله میگم فکر کنم از پواسون که از چیز، نه پواسون از زیستی نبود، در مورد مرگ و زندگی بود ولی زیستی نبود، ولی نرماله فکر کنم از مثال زیستی هست. بسیار خوب، حالا سیمولیشن هم گفتیم، دوتا همه شر پاک شد نمیدونم، ولی سیمولیشن رو گفتیم که دو جا کاربرد داریم، یه جایی که حل مسئله ریاضی قابل انجام نیست، یه جایی هم که انجام آزمایش برای ما قابل انجام نیست. خیلی خوب، حالا بریم همین توضیحایی که گفتیم و ببینیم توی آر دوازدانیم وقت داریم، همین توضیحایی که گفتیم و توی آر ببینیم، بعد بریم و برگردیم انگار جلسه دار میشه یه ورکشاپی که ما این مسائل پیاده سازی کنیم. 5 تا مثال خیلی جذاب داریم که اینا رو سیمولیت کنیم توی آر. بعد از بریک، نه الان فقط تو آر میگم که این توضیح ها رو چجوری به دست. خب پس ما الان در مورد رندومنس تو آر میخوایم حرف بزنیم. یه چیزی من تو ایجاد پروژه رو بهتون نگفتم هنوز، الان چون داریم کد میزنیم یه قرار کدهایی بزنیم که انگار یه پروژه توری باشن، خب پروژه رو بگیم. خب پروژه رو اینجوری ایجاد میکنیم که پروژه رو اینجوری ایجاد میکنین که روی این علامت آبی آر بالا میزنی، این آبی بالا اینو میزنی، بعد نیو دایرکتوری میزنی، حالا این چیزا این چیزا رو فعلا کار نداشته باشین، بعد نیو پروژه رو میزنی، اسمش رو اینجا میزنی نه یا هر چیز دیگه ای که دوست داری،
مثلا سیمولیشن مثال. و بعد کرییت پروژکت رو میزنین بعد ایجاد میشه دیگه. من ایجادش نمیخوام چون لازمش ندارم. خب کرییت پروژکت رو بزنین لازم میشه، ایجاد میشه. خب فقط من یه چیز، یک پرکتیس خوبم بهتون بگم، این که ببینین شما وقتی که مثلا یه پروژه ایجاد میکنین، خوبه که کاری که میکنین اینه که سه تا فولدر ایجاد کنین، یکی کداتون باشه، یه دونه دیتایی که ازش استفاده میکنین باشه که حالا ما تو الان فعلا لازم نداشتیم، یه دونه پلات باشه، خب یعنی ریزالت و پلاته که دارین تو همون فضای پروژه‌ای که ایجاد میکنین. حالا مثلا من فولدری که انتخاب کردم اسمش یه فولدری به نام آره، خب بعد توش آره همونجا که پروژه رو درست کردین، خب یه دونه کد ایجاد کنین، یه دیتا ایجاد کنین، یه پلات یا ریزالت ایجاد کنین. این خیلی کمک میکنه بهتون بعدن، یعنی تر و تمیز و درست حسابی میشه تا اینکه بخواین هی همه چی قاطی باشه و اینا. من همه این چیزایی که میزنم الان کاملا اینجوری جدا شده است. آها این یه چیز دیگه است، این کنین کارم چی؟ آها ببینین اولش که شما میخواییم پروژه رو الان میخواییم پروژه رو ایجاد کنیم، الان دوباره همین کار رو اگه انجام بدیم میرسیم به آدرس. خب اینجا ایناش مثلا واسه من میشه والیوم سی آر ورکشاپ آر فلان. بریم ببینیم که کجاست اون دیفالته که ایجاد کرده قبل. خب از این بگذاریم. اوکی RMD و اینا هم که الان بلدیم، من یه RMD ایجاد میکنم اسمشو میذارم سیمولیشن، پروژهش به شکل HTML. از این استفاده کردم، این R Markdown اگه بزنیم براتون خیلی اینا که چرت و پرت اینا پاک میکنم، عنوانشو میذارم مثلا Distributions. یه چیز جالبی که آر مارکداون داره اینه که مثلا من اگه اینجا غلط املایی بزنم، این اگه بزنم اگه این ای بی سی این بالا رو بزنم برام غلط املایی همون پیدا میکنه که نمیکنه الان، نمیدونم چرا. آها بعد تو متن باشه، تو عنوان نباید باشه، ممکن اسم باشه. او یعنی یه غلط املایی، این خیلی جالبه دیگه، کلا داکیومنتیشن رو براتون کاملا راحت میکنه. خب بگذارید. آره وایب بزنین اگه اگر کم کسی نداره میتونه همچنان تو اسکریپت کد بزنه دیگه، یعنی خیلی نمونید تو اینکه آر مارکداونتون بیاد بالا، الان لزومی نداره. اگه اینم سیوش هم بکنم من سیمولیشن. خیلی توضیح ها چجوری هن تو آر؟ اینجوریه که توضیح مثلا گسسته همین باینومیالی که گفتیم، باینومیال چی بود؟ n بار سکر مینداختیم، هر کدوم احتمال پی داشت، می‌خواستیم ببینیم چند بار در نهایت موفق شد، یعنی شیر اومده. خب یه چیزی وجود داره، اول بذارین سمپل رو بهتون بگم. ببینیم فرض کنیم من یه وکتور حالا 100 تایی دارم، خب میخوام ازش نمونه بگیرم، پس این وک میشه، میخوام ازش نمونه بگیرم، با سمپل میتونم این کار انجام بدم. x میشه همین چیزه، چند تا نمونه میخوام ازش بگیرم، مثلا فرض کنیم که 10 تا میخوام ازش نمونه بگیرم. پس داریم اولین بار رندومنس رو یه چیز رندوم رو تو R میبینم. خب اگه من این سمپل وک رو ببینم، میبینم که یه سری عدد دارم. خب آره دیگه رندوم و شانس، آره یه دقیقا یه بار دیگه خوب بزنیم. مثلا بزنیم اینو کپی کنیم، هی اینو بزنیم، یه بار اینو میده یه بار یه چیز دیگر میده، مثلا یه نمونه رندوم داریم سمپل واسه. خب بسیار خوب. حالا یه نکته دیگه هم فقط وجود داره اینه که خب من فرض کنید یه کیسه از اعداد دارم، دارم یه سریشو برمیدارم. خب ببینید که آها این میتونه وکتور چیز دیگه هم باشه، خیلی سختم الان میتوجید کنم، بعد 10 تا اسم بگید، بزنید یک تقلب من بکنم و...
حالا این وکتور حالا من اینجوری تولید کردم، حالا نگفتیم یه سری اسم تولید کرد، حالا میخوام از این مثلا این 5 تا نمونه بردارم سامپل بکنم، ببینم یه نمونه رندوم از پس هر چیزی میتونه باشه، لزومی نداره عددی باشه. درسته؟ اون پی صفر رو بذاریم بگم، چون باز دوباره برگردیم به خاطر پی صفر خیلی چیزی پی صفر، ولی ببخشید که فضاتون رو از اونم پی صفر برای چسبوندن دوتا چیزه استرینگ به هم دیگه. الان ببینیم پی صفر مثلا چه میدونم علی و رضا، چیزی که من میده علی رو خب. حالا من این کاری که این پایین کردم چی بود؟ اومدم گفتم 10 بار علی رو تولید کن، بعد 1 تا 10 هم بچسبون پشت اینا. خب برای این خروجی من چی شد؟ شد علی 1 تا علی 10. پس این پیست 0 واسه اینه. حالا چون دارم پیست رو میگم، پیست 0 رو میگم، پیست هم بذاریم بگم. بذاریم پیست هم بگم. پیست ببینیم فرقش چیه. اگه پیست رو بزنم فرقش چیه؟ نمیچسبونه دقیقا. یه دونه فاصله میذاره. بعد همینجوری من میتونم بگم اصلا کلن چی بنداز بینش. مثلا میتونم بگم داش بنداز بینش. آها نه این کاری که میکنه. میگه این سپ رو بدم. میگه با چی سپریت کن. با چی بنداز بینش. پس اینم از پیست صفر رو پیست. خب پس برنامه من اینجوری تولید کردم، اینم سمپل رو گرفتم و اینا، اینا از این. پس سمپل هم دیدیم. آها فقط یه چیزی. سمپل من فرض کنم یه کیسه دارم از اشیا، از مثلا اعداد یا حال هر چیز، از یه وکتوری دست میکنم توش و نمونه در میارم. سوال اینه که بذارم سر جاش یا نذارم. اصطلاحا میگن نمونه گیری با جای گذاری یا بدون جای گذاری. خب نمونه گیری با جای گذاری چه جوریه؟ میگه که آقا دوباره هر چیزی که برداشتی دوباره بذار توش. خب حالا من اگر 100 تا سامپل هم بگیرم، اگه 100 تا سامپل هم بگیرم اوکی، چون هر نمونه که برم داره میذاره دوباره توش. حالا اگه این ریپلیسمنت رو فالس کنم دیگه نمونه تکراری نمیبینم، چون هر چیزی که برمی داره میندازه بیرون. ببینید الان خطا داره، چون نمیتونه 100 تا سامپل از یه چیز 10 تایی بگیره، چون هر چیزی که برمی داره میندازه بیرون. پس انگار یه کیسه دارم، دست کنم نمونه رو ببینم بعد بذارم توش نذارم. پس این از سمپل. خب بریم سراغ توضیح ها. توضیح هایی که داریم چیه؟ اولا که یه نمونه گیری، مثلا میخوام یه نمونه داشته باشم از توضیح باینومیال. باینومیال همون انتا سکر بندازم، هر کدوم احتمال پی موفق باشه، خواهم اینم احتمال این که آره همین، هر کدوم احتمال پی موفق باشه. میخوام یه نمونه رندوم بگیرم از توضیح باینومیال. مثلا یه نمونه یه دونه بذاریم بگیریم اول. اینجوریه آر باینوم، کلا از این توضیح هر چی آر میاد اولش یعنی نمونه رندوم، همون آره یعنی رندوم. آر باینوم اولا این رو میگیره، میگه که من چند تا برات تولید کنم از این نمونه. من میگم یه دونه برام بسه. خب میگه سایزم چقدر باشه. این سایزه چیه؟ این همون تعدادیه که من آزمایش انداختن سکر انجام میدادم. درسته؟ مثلا 10 تا. و میگه با چه احتمالی؟ من بهش میگم که مثلا با احتمال 2 دهم، یعنی با احتمال 2 دهم 6 میاد، 1 میاد، با احتمال 8 دهم 0. انتظاری که داریم چیه؟ این الان عدد تقریبا نزدیک به چند باشه؟ این در مورد همون اکسپکتیشنه که گفتم. انتظاری که داریم 2 باشه دیگه. چرا؟ چون احتمالمون 2 دهمه. 10 بار هم داریم پرتاب میکنیم، 2 بار از این 10 بار احتمال دیدیم. بعد ببین چی؟ ممکنه هم که الان 10 یاد یه دفعه بده، ولی اون چیزی که انتظار داریم انگار یه همچین چیزی میشه. 3 شد. خب یه نمونه این چیکار کرد؟ اومد یه نمونه از این توزیع که سایزش 10 تایی بود گرفت. حالا مثلا اگه 5 تا هم بگم، بعد 5 تا عدد بین 0 تا 10 بده بهم دیگه. درسته؟ 5 تا نمونه دارم برمی‌دارم از یه توزیع باینومی. آره یه سری عدد بین 0 تا 10. الان کیا با این اوکی هستن؟
اوکی نه یعنی این آدم ها باشه. آره نه ببین نه اینجوریه، از صفر تا ده به صورت یونیفرم اصطلاحا این کار انجام نمیده. کاری که داره میکنه اینه، یه دونه توضیح باینومیال یادتونه دیگه، خب احتمال این که برابر حالا اون این بزن که فرض کنید یه دونه آزمایش دارم که 10 بار یه سکه رو انداختم، خب و احتمال شیر اومدن تو هر کدوم 0.2 بوده، خب یه نمونه اگه از این بردارم احتمالاً چنده، یعنی چند تا موفقیت داشتم تو مثلا دو آره دو بار، میتونه 3 بار باشه، میتونه 5 بار باشه، تا 10 بار میتونه باشه. ممکنه که هر 10 بار شیر اومده باشه. خب حالا دارم 5 تا نمونه از این میگیرم. عجیبه. آره. عجیبه. خب. این تعداد ترایال ها سایز نه نه این تعداد سمپل ها ترایال سایز یعنی شما 5 بار سمپل گرفتم 5 بار سمپل گرفتم دقیقا. آره دقیقا 10 تا توشی. حالا میخوام تعداد موفقیت هاتون 10 تا چند تا بود؟ خب بذاریم متعرض برنولی رو یه تمرین بکنیم ببینیم امتحان میتونیم تولیدش کنیم. ای من میخوام یه دونه برنولی تولید کنم. برنولی چی بود؟ یه بار سکه رو بندازم. خب پس کافیه که از باینومیالی که انگار یه دونه سکه یه نمونه بگیرم. درسته؟ یه نمونه گرفتم یک شد. الان یه بار دیگه بگیرم ممکن صفر. صفر. دوباره یه نمونه بگیرم صفر. این دقیقاً کار انگار دارم سکه میندازم. با احتمال 0.2 دارم سکه میندازم. یه بار دیگه میندازم. خب حالا میخوام بگم 5 بار سکه میندازم. خب پس کافی انگار 5 تا باینومیال یه دونه ای دارم دیگه. خب انگار یه وکتور باید به من بده از 0 و 1 ها. 5 بار سکه رو میندازم، دفعه اول شیر میاد مثلا، دفعه دوم خط میاد، شیر میاد، خط میاد، خط میاد. چی؟ اینکه یه سکه رو میندازم با احتمال 0.2 شیر میاد، با احتمال 8 هم خط میاد. خب آها دلیلش اینه که یک بار دارم انگار سکه میندازم، فقط 5 بار هم دارم این آزمایش انجام میدم. خب تو یه دونه سکه انداختن چی میشه؟ یه با... یا یک میاد یا صفر میاد. حالا 5 بار دارم این کار رو انجام میدم، برای یه دنباله 5 تایی از صفر و یک دارم. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام انگاری یه دونه یه بار 10 تا سکه بندازم. دقت کنیم، میخوام یه بار 10 تا سکه بندازم ببینم چند تاش موفق بوده. برای این چیکار کنم؟ تعداد ترایال هامو میذارم یک بار، حالا 10 تا سکه میخوام بندازم، سایزو میکنم 10. درسته؟ یک بار 10 تا. حالا عدده باید بین 0 تا 10 باشه، درسته؟ حالا چند بار موفق؟ حالا یک بزنید. درست شد؟ خب حالا مثلا این اگه بکنم 8 هم خیلی واقعا رندوم بدی هم هست. خب پس این سه تا پارامتر چی هست؟ اولی تعداد ترایال ها رو کلا نشون میده. برای توضیح باینومیال این سایزه نشون میده که توی یک دونه ترایال چند بار انگار رو سکه الان میندازم و احتمال این که هر بار شیر بیاد چقدره. خب و بنابراین به اندازه تعداد ترایال ها من خروجی دارم، یعنی یه وکتور از تعداد ترایال ها دارم که هر کدومش یه عددیه بین 0 تا تعداد سایز. خب الان مثلا اگه 10 بار یه دونه آزمایش 10 بار 10 تا سکه انداختن تکرار کنم چی میشه؟ مثلا یه بار 6 تا شیر میاد، یه بار 9 تا شیر میاد، یه بار 9 تا شیر میاد. خب همینجوری میتونم آر پواسون هم تعریف آر پواسون کم سخت. دوباره من میتونم بگم تعداد ترایال ها چند تاست، یعنی چند تا
مثلا 5 و یه لامدا داشتم اگه یادتون باشه. خب لامدا رو بذارم چند؟ بذارم 1/10، بذارم 1. حالا خیلی مهم نیست اینکه این پارامتر از کجا میاد و اینا رو فعلا کار نه. پس بعد 5 تا عدد تصادفی بده دیگه، درسته؟ 5 تا عدد تصادفی از این توضیح به من بعد بده. 5 تا عدد تصادفی بده. درسته؟ پس n تعداد ترایال و اون متغیرهای دیگه، آرگومان‌های دیگه، ویژگی‌های اون توضیح رو مشخص. مثلا بالا ما n و p داشتیم اگه یادتون باشه تو باینومیال، پایین مثلا تو پوئسون فقط یه لامدا داشتیم. سه یعنی که اون متغیر تصادفی که از جنس پواسون بوده سه شده مقدار. ببین 5 بار من دارم یه نمونه میگیرم از یک نه احتمال وقوعش 1/10 نیست، احتمال وقوعش از پواسون میاد با پارامتر لاندا که یه چیزی بود میشه این، اما احتمال وقوع این بود دقیقا ای به توان منفیه، حالا اینجا لاندا همون یک به توان، حالا اینجا میشه 3 تقسیم بر 0 فاکتوری میشه، احتمالش میشه این. چرا؟ دقیقاً اینجا تو پواسون لامدا امید ریاضی لامدا ببخشید 3 رو جای لامدا نه 3 رو جای کا گذاشتم، 3 رو جای کا گذاشتم، 1 رو جای لامدا گذاشتم. کیه اینکه x از پواسون مساوی با 3 باشه چی میشه؟ میشه این. حالا پی لامدا مساوی 1 برای شما نمی‌بینید. یک ساعت دارم می‌نویسم. خب احتمال اینکه یه متغیر از پواسون برای 3 بشه میشه. سه کار دقیقاً. مقداری که متغیر تصادفی من می‌گرفته. خب دقیقاً آره دقیقاً. چیزی داریم به نام دی که در واقع دنسیتی رو میده، یکم پیچیده تره. مثلا یه مالتینومیال، مثلا توضیح مالتینومیال نداره. ببین توی باینومیال ما میتونیم 0 و 1 باشه متغیر تصادفی، یعنی مثلا شیر و خط باشه. تو مالتینومیال میتونه چی باشه؟ میتونه بیشتر دو مقدار بگیره، مثلا کا تا مقدار بگیره. مثلا همین تاس انداختن، فرض کنید که من 10 بار 100 بار تاس میندازم، چه تعدادی 6 میشن، چه تعدادی مثلا 2 میشن. چه با لامدا پواسونه واسانه چجوری بگیم؟ لامدا اینجا تعریف خیلی ملموسی نداره مستش به تنهایی. نه اون مالتینومیال که داریم نه لامدا احتمال وقوع نیست، ولی تو توضیح پواسون لامدا یه مقدار یکم پیچیده است. چی؟ اینجا میشه انتظار، ولی خوب نیست اینو بگیم چون یعنی اینجا شانسی انگاری در اومده انتظار. خب ولی کلا ببین کلا این پارامترهایی که یک توضیح نشون میدن، خب در واقع داره میگه که روی فضای من، روی فضای احتمال من، روی فضای احتمال من توضیح چجوری پخش شده. انگار اون لامدا مثلا فرض کنید که یه همچیزیه توضیح پواسون، مثلا همچین شکلی داره. خب این مثلا مقادیر نزدیک صفر مثلا کم هم، بعد یه جایی زیاد میشه بعد دوباره کم میشه. با این اوکی این دیگه با این نوتش. خب بعد نکته که وجود داره، حالا لامدا رو اگه تغییر بدم من چی میشه؟ مثلا فرض کنید که این میاد این شکلی میشه، یعنی شکل توضیح من تغییر میکنه. ولی اینکه حالا این لامدا خودش تعریفش چیه و اینا، این یه جاهایی تعابیری داره یه جایی هم نداره، یعنی اگه به شکل لامدا خالص بهش نگاه کنیم خیلی تعبیری نداره. ولی اون لامدا نکته ای که داریم این که پرایر نالج ماست، یعنی از قبل میاد، یعنی مثلا ما تو پزشکی میدونیم که این از پواسون با توضیح فلان، که حالا میگم که چجوری اون لامدا به دست میاد. این لامدا فرض کنید دانسته است. خب حالا من الان اومدم اینجا چیکار کردم؟
5 نمونه از توزیع لامدا گرفتم، مثل انگار اینجا، انگار فرض کنی یه دونه اینجا مثلا میگیرم، یه نمونه از این مثلا، یه نمونه میگیرم اینجا میفته، یه نمونه میگیرم اینجا میفته، نمونه میگیرم اینجا میفته. 5 نمونه من از توزیع چیز گرفتم، پوآسون گرفتم. خب پس الان همه با این نمونه گیری اوکی ان، حداقل با ببین آر یه عدد رندوم تصادفی تولید میکنه از یه توزیع خاص، از باینومیال یه بار تولید کردیم که انگار در حالتی که سایز یک بود انگار یه دونه تکسکم انداختیم، این برنولی بود، از پواسون هم یه بار تولید کرد. حالا یه چیزی هم که مونده من اینو بگم بعد بریم سراغ این که خود احتمال از کجا میاد، بعدش هم بریم استراحت بعد برگردیم سیمولیشن ها انجام. یه چیز دیگه وجود داره به نام مالتینومیاله، همونجوری که گفتم تو باینومیال ما 0 و 1 صرفا داشتیم، تو مالتینومیال انگار چند حالت مختلف داریم. انگار همون چیزی که گفتم مثلا من فرض کنیم که یه سیکونس دارم، سیکونس اچ آی وی، قبلا اینجوری بود که صرفا میوتیت میکنه یا نه، حالا میتونم بگم به سه نوع دیگه میتونه میوتیت کنه. خب یعنی حالت هم تعدادش بیشتر میشه، این توزیع مالتینومیال اینجوری، از اسم بایو مالتی هم معلومه دیگه. خب چی شد؟ مالتینو آها بذارین اینجا. خب ببینیم باینومیال چی بود؟ فرض کنیم من یه توپ ول میکردم، خب این یا میافتاد این تو یا میافتاد این تو، حتی اگه از اینجا بکنم قطعا نمیشون، ولی فرض کنیم از اینجا بکنم. خب خب این باینومیال بود دیگه. خب که با احتمال پی میافتاد مثلا این تو، با احتمال یک منهای پی میافتاد این تو. حالا مالتینومیال چیه؟ مالتینومیال اینه که من به جای که دو تا بسته داشته باشم ان تا بسته دارم، کا تا بسته دارم، یک دو حالا اینجا چهار تا. خب مثلا توپمو از اینجا ول میکنم، میخوام ببینم که این تو میافته، این تو میافته، این تو میافته. دو حالت نداره، بیشتر داره دیگه. مثلا اینجا مثلا میشه سکه، چه میشه تاس. خب حالا باز دوباره اینجا مالتینومیال خیلی ساده است، مثلا فرض کنیم یه نمونه فعلا تولید کنیم، سایزش باید چه جنس باشه؟ تعداد تاسایی که داریم میریزیم دقیقا، و احتمال اون چی میشه؟ بیایم بگیم که یه سری یک شیشام تکراری دیگه، همه شون فرض کنیم یک شیشام، پس میشه رپ یه شیشام و شیش، درسته؟ این احتمالایی که دارم میدم دقت کنین که باید به صورت یه وکتور باشه به همون تعداد، یعنی مثلا تو اگه اینجا نها کنم تو جعبه اول با چه احتمالی میره؟ مثلا با احتمال پی یک، با احتمال پی دو میره جعبه دوم، پی سه میشه جعبه سوم، و پی چهار میشه جعبه چهارم، که البته سیگما همه پی آی ها، یعنی جمع همه پی آی ها یک. دقت کنین که اینجا خب اونجا هم همینجوریه، بعد مشخص کنم که برای هر کدوم از این 6 تا حالت احتمال این که مثلا اون عدد روی تاس بیاد چند. نه احتمالش رو دارم، این واسه این رپه داریم میگی؟ نه احتمالش دارم میگم همشون یک شیشم احتمالش، تو جمعش باید یک بشه دیگه، همشون بین 0 و 1 باشه. این رپه کاری که میکنه، کاش شما دیروز نبودین درسته؟ اگه اینو بذارم 6 تا 1 6 تولید میکنه. خب میگم احتمال همه سایت های یه دونه تاس برابر. خب پس من الان اگه یه دونه 10 تایی بگیرم میخوام ببینم که چند تا 1 اومده، چند تا 2 اومده. آره پس بهم چیزی که میده یه چیز 6 تاییه، مثلا میگه یه بار 1 اومد، سه بار 2 اومد، مثلا یه بار 3، یه بار 4، یه بار 5، سه بار هم 6، جمعش هم که میشه 10 تا دیگه. خب حالا مثلا میتونم از این دوباره یه چیز 10 تایی تولید کنم، مثلا این چیز 10 در 6 میده بهم، درسته؟ این 10 تا میشن هر کدوم میشه یه دونه ترایال، هر کدوم میشه یه ترایال، و اون 6 تا میشن مقادیری که تاس اختیار. پس این هم مالتینوم. پس این آرها اینجوریه، کلی آر دیگه وجود داره. من اگه این دیستریبیوشنز رو اگه که
حالا اگر این آر رو با چیزهای مختلف امتحان کنیم، مثلا آر نورم داریم، مثلا نرماله و چیزهای دیگه. این تحقیق خوبیه که ببینین که تونین تولید کنین چند نمونه. یا من توضیح هم میگم بعد بریم برگریم من پلات رو بگم بگیم. آها خب بنویسین سی مثلا یک دونه چیز دیگه، سی یک دوم مثلا سی یک سوم و شیش تا باید باشه وکتور از تعداد شیش باید باشه. یه وکتوری که هر کدوم مثلا به تعداد همه حالاتتونه و جمعش یک میشه بعد یک بشه همین تعدادش هم داره. بگیم خب مگه چی بود؟ نه ببینی چی؟ خب این احتمال ها رو میده، این دقیقا نمیگه اعداد باید برابر باشه، این احتمال ها رو میده. باز همچنان شما چیز رندوم دارید، ممکنه که همون عدم قطعیتی که اولش گفتیم. فقط دیارم بگیم یه دونه دی رو میگم بقیهش رو چیز کنیم بریم فعلا. این دی باینوم میگه که خب به من بگو که مثلا میخوام ببینم احتمال این که یک بیاد چقدر. خب میگم احتمال این که یک بیاد برای یک چیز دهتایی، برای یک سایز دهتایی و هر کدوم احتمال موفقیتش 0.2 باشه. خب سایز این ایکس نشون میده که چی رو میخوام، احتمال چی رو میخوام. شما که گفتین احتمال چی رو من میخوام، احتمالی که مثلا من یک بگیرم از یه توزیع باینومیال میشه احتمال داشته. این اگه این احتمال رو نیم بذاریم حدس داریم که مثلا صفر با چی برابر میشه؟ احتمال صفر با چی برابر میشه احتمالا؟ چرا دیگه؟ نه ممکنه هیچی نیاد دیگه، دارم سکه میندازم ممکنه همش شیر بیاد، همش خط بیاد، احتمالش هم نیمه. یعنی اینکه شیر بیاد و خط بیاد برابر نیم احتمال. نه دارم میگم که احتمال صفر با احتمال چه عدد دیگه ای برابر؟ گفتین ده؟ چون کس گفت ده هیچ نگفتی. دقیقا ببینید این که صفر بیاد یعنی هیچی شیر نیومده، انگار همش شیر اومده مثلا. خب انگار همش یک بیاد، دقیقا برابر ده. بیاین یه بار امتحان کنیم این صفر. ای بابا طرف دار. خب و حالا ده رو امتحان کنیم، دقیقا احتمالشون برابر به همین شکل انگار یک. واسه یک هم همینطوره، انگار که یه بار شیر بیاد بقیش خط بیاد با اینکه راحت بیاد. پس این دی تحقیق کنین در مورد دی مثلا مالتی نام چی میتونیم، مالتی نام چی میتونیم بگیم و اینا. خب ما دفعه بعد میریم میای من اولش یه دونه پلات میکشم، یعنی چند تا پلات میکشم و یکم در مورد این آر و اینا میگم چجوری این دی رو با این آر میتونیم به دست بیاریم و بعدش هم میریم سراغ چند تا مسئله خیلی خیلی جذاب. پس